الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران عزیز در اسلام، ما شما رو خوش آمدید میگم با سلام زیبای اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم و روی یک موضوع بسیار مهم و اساسی دیگه که البته در کتاب بایبل است، صحبت میکنم. اول این موضوع بر شما میخواهم که به خانش بگیرم، بعد از او باز انشاءالله که آهسته آهسته ما قدم به قدم پیش میریم تا ببینیم که از این موضوع ما افغانا چی رقم استفاده کردیم یا خیر در زندگی خود. و یک خواهش از همه عزیزان ما است که این ویدیو را شریک بسازین و بخصوص بر جوانای عزیز ما توصیه میکنم که این ویدیو را حتما ببینین. کسایی که تا هنوز عروسی نکردن اونا هم ببینن، و کسایی که عروسی کردن اونا هم خوب به دقت ببینن، و بر کسایی که مسن هستن، مثلا بی بی های ما هستن، با وکلان های ما هستن، اینا هستن، تنها کوشش کنین که به لطف خوش به خوبی برشان ویدیو را نشان ندین، مگر صحبت کنین دوارش همراهشان. معلوماتی که شما از ما کسب میکنین همراهشان شریک بسازین. نام مرام برشان نگیرین، آدرس مرام برشان نتین. این موضوع در کتاب تثنیه است یا کتاب دیترانمی به انگلیسی برش میگن، در چپتر 22 کتاب تثنیه اگر ما بریم در اونجا در میابیم که در ارتباط باکره بودن صحبت میکنه. بایبل در ارتباط باکره بودن دخترها صحبت میکنه، زنها صحبت میکنه. میگه یک بابا مرش میده، جالب است. این بایبل را که ما دارم، این بایبل از یهوه سایگن یا شاهدان یهوه است. بازی ها بسیار خوبش کردن، در هر چیزش یک باب دادن. مثلا ما صحیح البخاری داریم، نه؟ در هر چیزش امام بخاری یک باب دادن. بازی اینا خودشان در هر موضوع یک باب دادن. بازی چه یک باب دادن؟ مکروه داشتن زن. بازی اینجا شروع میشه از آیت 13 چپتر 22 آیت 13. کتاب بایبل بر شما میخوانم، خب؟ کتاب بایبل، کتاب مقدس. اگر کسی میگه برای خود زنی گیرد، یک نفر میخواد عروسی کنه زن بگیره، هر کسی کار میکنه، هر جوانی آرزو داره، و چون به دو در آید، یعنی وقتی که امرش هم بستر میشه و او را مکروه دارد و اسباب حرف به دو نسبت داده از او اسم بد شهرت دهد. بازی که وقتی امرش هم بستر شد ایجا دیگه سوی زن میکنه و به او حرفای بد نسبت میته، میگه که تو مثلا قبل از این زنا کرده بودی، تو را ما باکره نیافتم، تو با کسی زنا کرده بودی، هم بستر شده بودی. اینمی قصهش هسته. اسم از او اسم بد شهرت دهد و گویا این زن را گرفتم و چون با او نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم. آنگاه پدر و مادر آن دختر علامت بکارت دختر را برداشته. خوب این نقاط را که من درشت میکنم، علامت بکارت دختر را برداشته، یاش دیادتان باشم. شما مگر بایبل دارین این قسمتش باز یک خط بکشین در زیرش، یا یک توش بگیرین، این رقم مثلا این رقم یک توش بگیرین. الله رحمت کنه شیخ احمدی در رحمه الله را وقتی که بایبل درس میداد، باز میگم نشته کنین، باز که نشته کنین میفت که توش نشته کنین، باز خوب درشتش کنین. میگفت ما مرتنم اون رقم میگم که خوب درشتش کنین نمی قسمتش. آنگاه این رقم، درشتش کنین. آنگاه پدر و مادر آن دختر علامت بکارت دختر را برداشته، نزد مشایخ شهر
نزد دروازه بیارن. در پیش یک دروازه دارد، منم شهر پیش مشایخ جمع کنم و کشیشا و رایبا و یار جمع کنم، کل شب پیش از آب بیارم علامت بکارتش. خب نمی قسمت درش کنید، نزد مشایخ شهر بیارن و پدر دختر به مشایخ بگوید دختر خود را به این مرد بزنی دادم و از او کراهت دارد و اینک اسباب حرف و دو نسبت داده میگوید دختر تو را باکره نیافتم و علامت بکارت دختر من این است. پس جامعه را پیش مشایخ شهر بگستراند. ایرام درشت کنین، جامعه را پیش مشایخ شهر بگسترانند. پس مشایخ آن شهر آن مرد را گرفته تنبیه کنند. او مرد چی کنند؟ سرزنش کنند. او دروغ میگی خواه، به خاطر که ای خب این خب باکره است. امو چی را؟ امو جامعه را. او قسمت هم درشت کنین. ما میمده بای بار خود درشتش میکنم. پس جامعه را چی کنند؟ پیش مشایخ شهر بگسترانند. وقتی که تنبیه شدی مردکه گفت تو تومت بسته کدی دروغ گفتی، یعنی خب باکره است. ای خب جامعه باز میایم بعدن که منظور ازی چی است. و او را 100 مثقال نقره جریمه نموده، این مردکه را شویشه به پدر دختر بدهند، چون که بر باکره اسرائیل بدنامی آورده است و او زن وی خواهد بود و در تمام عمرش نمیتواند او را رها کند، یعنی طلاقش بده. لیکن اگر این سخن راست باشد، ایرام درشت کنین چطور، لیکن اگر این سخن درست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود، درشتش کنین، آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند. آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند. ایرام درشت کنین، مکم ایم درشت کنین، درشت کده میرم. اوکی؟ و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد، چون که در خانه پدر خود زنا کرده. در اسرائیل قباحت نموده است، پس بدی را از میان خود دور کرده ای. اینی بایبل است. ایس؟ چی؟ بایبل. خب ما بایبل خواندیم، کتاب تثنیه چپتر 22 آیت 13 تا آیت 21 بر شما خواندم. اینال بیاین کمی موضوعی که در بایبل ذکر شده این یک دفعه در زندگی خود ماسه کنیم، کمی در زندگی ما افغانا جریان داره میگه پیانه جریان داره یعنی. خب از عدیم و قدیم امیر آواج است، نه؟ وقتی که کس عروسی میکنه باز میگه خب اونمو ما که پیشتر گفتم برای بی بیا و برای بابا و یا تا نشان ندین، از خاطر بازنم بی بیا و بابا و مادرا و یا ریس پیچه سفیدا جمع میشن دیگه، نمی رقمی دم پشت خانه ماتل هستن که صبح شوا و بچه شان اونمو چی را امو جامعه را که دیجه گفتم، نه؟ دیمیجه گفتم که امو جامعه را پیش مشایخ شهر بگسترانن، ای جامعه را بیارن پیش روی امی پیچه سفیدا تا ببینن که ای دختر باکره بود یعنی خواست چی ها میفهمن. دو یک کم خون میباشه و آن زنان میفهمن که اینا وابا خانه شابات ای دختر باکره بود. هنال ایر از کجا گرفتن؟ در اسلام همچون چیز نیست. در اسلام همچون چیز نیست که کس بالای کس سوی زن کنه، بلکه الله سبحانه و تعالی صراحتا در سوره الحجرات میگه سوری 49 در اونجا میگه در آیت 12 که میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که میگه ایمان آوردین، میگه از بسیاری از گمانهای بد پرهیز کنین. از بسیار از گمانهای بد چی کنین؟ پرهیز کنین. بیشک بعضی از گمانها گناه هست. بعضی از گمانها چی هست؟ گناه هست. صراحتا اینجا میگه ایام بدگمانی بالازی کرده بود، این دختر میبره و آخرم گناه سر خودش میباشه و چی میشه؟ این تنبیه میشه و نقره جریمه میشه. خب در افغانستان چی شکل است؟ وقت حتی قصار ما شنیدیم که امو تکره میگیرن، یک تکره میگیرن باز برای بچه خود یا امو خانه دختر، باز در کمر دختر برش بسته میکنن که باز اونمو جامعه که در بایبل است، ای باز کارت میشه و روسیک باز امو بکارت از یک از بین میره،
بازم خون شده او بگیره و باز بیاره برای خوشوی خود، برای یک چند زن کنجه است، برای زانشان بته، باز وا بگه نوا خانه شا باد، باز او میره او زنها خود دیگه تبن میرن میشنن او زن کت عزیزن بگو کت عزی بگو کت عزو بگو کت عزو بگو صبح تو کت زن در کوچه بیرون بره کلگی باز زنه همسایه و کسایی که یکی دیگر ارتباط خواسته است واسه سر گپ تیت میشه. اینه والا خوب بود زن ازی باکره بود. یک شرم است. یعنی من میتونم میره بسیار با الفاظ زشت بیان کنم، اما من کوشش میکنم آهسته آهسته آرام آرام بر شما قدم به قدم پیش برم که تا خوبی در مغز شما حکاکی شود، تا خوب شما بفهمین، بخصوص قشر جوان ما. خواه ای باکره بودن ای خانما از چی فهمیدن؟ از امی خون فهمیدن. میدانه که امی زن وقت حیزش بوده باشه اونم تکره بگیره در خون حیز خود بزنه بر زیاب بیاره یا بگیره خدا نیفهم رو بوی میکنن چی میکنن، از کجا میفهمن که خون بکارت است؟ ما سرزیمه ایم که آیا از نگاه طبی میتونه یک انسان که به او شکل پیچه سفید باشه و به او شکل اکثریت بیسواد استن بیسواد باشه، آیا او میتونه که بفهمه که اینمی خون بکارت است؟ از نگاه طبی سرزیمه ایم. در قدم اول پردی بکارت امکان داره که از طریق غیر جماع، از طریق غیر جماع یعنی از طریق غیر همبستری هم از بین بره که اکثریت نمیفهمن. یعنی امکان داره از اثر سقوط یا افتادن امو طفل خرد بوده باشه یا مثلا جوان بوده باشه یک جای مفته از اثر زی از بین بره. یعنی موارد بسیاری هست امکان داره که از اثر اصابت یک شی به بدنش از بین بره، امکان داره که به علت خیز زدن یا مثلا ورزش کردن یه خانم مثلا خیز میزنه ریسمان بازی میکنه. حالا این منظورم این نیست که مادرایی که میشنون یا کسایی که یعنی توان شنیدن حرفای مرا دارن اونا دخترای خود از ورزش بارد دارن، نه نرمال ورزش خود ادامه بدن. ما هر چیزا یک کار کردیم یک دونه ماشین داره گرفتیم تیم بالاش نشته کردیم حرام، ورزش حرام، مشتنی حرام، فلان حرام، اینی حرام، اینی حرام، نه این کار باید ما نکنیم. مشتنی مثلا ما مشتنی مثال دادم، درست است که مشتنی حرام است، اما کدام رقم مشتنی حرام است؟ در صورت که میزنه تو مشتنی کو در زمزک بزن، در لاب بزن، بخاطر دفاع شخصی خود مشتنی کو، کس رو دروش نزن در جریان تمرینم. ما باید شرایط شما یا بسازیم برای یک نفر. سنوکر حرام، بلیارد حرام، نه کدام بلیارد حرام است، کدام سنوکر حرام است؟ همون سنوکر همون بلیارده که قمار میزنن یا در جایی از کنجا چرس میزنن، چلم میزنن، سیگرت میزنن، در جایی از کنجا مواد مخدر فروخته میشه، انسانهای بیبند و بار است. نه اگر تو مثلا در یک جای منظم پاک باشه، شرایطش مهیا باشه، هیچ مشکل نیست. ما تا در انستیتیوت های اسلامی ما سنوکر بلیارد دیدیم، بسیار مشایخ کلان هستن که اونا در انسیجیت های خود داشتن، بلیارد داشتن، سنوکر داشتن، کیک یا ساکر داشتن، هیچ کار مشکل نبودن، یک سپورت است دیگه. پس ما این چند مثال را گفتم، هر چیز ما حرام نگوییم، بلکه ما شرایطش را مهیا بسازیم. خود او یعنی ورزش اگه باشه، هر چیزی که باشه، او را حرام عاجل حرام ندانیم و عاجل بارکبار ماشیندار خود بستش نکنیم. دیگه ایناله گپ دی بود که به اثر ورزش، ورزش من گفتم بر خانم‌ها ورزش میتونن بکنن، چرا؟ بلکه من یکی از کسایی هستم که سرسخت ما از این دفاع میکنم که از بچه ها کرده دخترایتانه، دخترایتانه بخصوص کسایی که در اروپا زندگی میکنین، دخترایتانه با ورزش های رزمی، ورزش های رزمی با دفاع شخصی شما تربیت بتین، آموزش بتین، کلانشان بسازین، کمربندای سیاه باید داشته باشن در هر رشته ورزشی، اما محیطش برشون مهیا بسازین. ای به این معنی نیست که کت مردا یک جای بسازشه، مثلا شب و روزش در اختلاط زن مرد باشه، در جاهایی باشه که اونجا یعنی چشم چرانی صورت بگیره، فحشا و زنا اینا صورت بگیره، نه محیطش باید برش مهیا بسازی، محیطش باید برش مهیا بسازی، اما ورزش حرام ندان. چرا؟ به خاطر اینکه یک زن مثلا یک مشکل برش پیش میاد، کم ناوختر میای خانه یا کم ناوخت صبح کی وقتتر بیرون میبره، از جان خود دفاع کرده بتانه در هر محیطی که باشه، اگر در محیط امن باشه یا در محیط ناامن باشه،
از این بابت است که ما سرسخت سرسخت ما پشتیبان ازی هستم که از بچه هایتان کرده دخت بچه را اگر فوتبال والیبال مثلا آبازی هر چیز دوست داشت محیط چه برش مایا ساختی بانش که بکنه، اما دختران تا نبوی نه ورزش رزمی 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 ورزش خشن به خاطر که از جان خود دفاع کرده بتانه. و ایره ما بسیار برتان با دلایل قانع کننده و میتونم برتان ثابت بسازم که چرا ما این گپ میزنم. انشالله که اگر کس خواسته باشه بالای زی ما یک برنامه مستقل میگیرم. گفتیم به اثر ورزش، یعنی ورزش خیزدن و یا ورزش میتونه که پرده بکارت چی شوه از بین بره، یا برداشتن بعضی از اشیای گرنگ امکان داره که پرده بکارت از بین ببره، یا بعضی تصادفات دیگه است، یا بعضی کساس به طور مادرزاد پرده بکارت شدن تو از بین رفتگی می باشن و تو به دنیا می آین، و یا عمل جنسی یا دخول صورت می گیره مگر طفل می باشه بالاش تجاوز صورت می گیره کسی نمی فهمه، یا کلان می باشه بالاش تجاوز صورت می گیره. ما که میگم ورزش رزمی یکی از علتاش اینه است که از تجاوزها، از دسترازیها، از در روی سرک اذیت آزار کردنشان از همه چیز جلوگیری میکنه. حتی با شوهرشون که زندگی میکنن در خانه امن میداشته باشن. انشالله باز برتان ایره اگر خواسته باشین یک مقطع مفصل برتان تشریح میدم. گفتیم که افت دانان ما تا فعلا برتان بیان کردیم، افتمش این بود که عمل جنسی یا دخول صورت میگیره مگر تجاوز صورت میگیره باید بالای طفل. اکثریت ما دیدیم اطفال 2 ساله بوده، ویدیوهاش از یوتیوب در افغانستان بالاش تجاوز صورت گرفته. این طفل وقتی کلان میشه چی شوهرش تقاضای پرده بکارت داره، زود خود تجاوز صورت گرفته بالاش دخوردی. یا در انگام گفتیم که کلانی میباشه بالاش تجاوز صورت میگیره، و یا اخیرش هم یا بعض علتهای دیگه میشه و اخیرش هم بگویم که از طریق زنا به خواست خودش پرده بکارتش از بین میره. خب یا به سبب موضوعات غیر اخلاقی باشه که گفتیم اجباراً، یعنی بالاش تجاوز صورت میگیره، و یا از روی جهل و نادانی خودش همی کار میکنه و بعضو باز پشیمان میشه توبه میکنه و از این کار کرده پشیمان است توبه میکنه. خب اینال ما اول باید بفهمیم که خودمی پرده بکارت که ما میگیم چی نوع چیز است؟ یا یک پرده است که تو بند است، باز وقتی که هم بستری صورت میگیری باز میشه و خون میه و بازی خون از این مخصوص است که آدم دم تکرک که پیچه سفیدا میتنده و باز معلوم میشه چی رقم یک چیز است. یعنی پرده بکارت انواع مختلف داره. مثلا میتونه که حلقوی باشه. شما در تصویر ببینید، من در تصویر برتان نشان میدم. مثلا این تصویر حلقوی است. این تصویر شما ببینید، تصویر حلقوی است. در این نوع پرده به صورت حلقه امی دور چی را؟ دور شما ببینید، دور خوب دقیق عکس حلقوی را دور خود امی جایی که برش واژن میگن و ویژن برش میگه او را پوشانده یک سراخک خرد در اونجا مانده، که یعنی وقتی که دخول صورت بگیره اینمی لبکا خراشیده میشه، امکان داره که یک کمک زخم شه اما هیچ خون نبیه. درست؟ نو دیگه شما ببینین که اینم برتان عکسش هم اندازم، نو دیگه شسته ارتجایی یا حلالی، که شکل است که پرده به اندازه کافی در این حالت انعطاف پذیر است و قابل ارتجاع است و هنگامی که حالت تناسلی داخل میشه پاره نمیشه، یعنی لستش است یا لاشتک وار است پاره نمیشه، و یا اگر پاره میشه به شکل جزئی پاره میشه و معمولاً هیچ خون ریزی نداره. شما ببینید دقت کنین، یک سال مردم خاطر گفتم ویدیو رو بر کسایی که مسن هستن برونا نشان نتینی، اناتومی است جان انسان است، این مشکل نداره.
و ما از این خاطر اکثر براتون نشان میدم که شما خوب بفهمین، خوب واضح و سر و چشم ببینین و بفهمین که دیگه در ارتباط کدام شک در وجودتان رخ نده، به خاطر که ما در این ناحیه از این ناحیه بسیار مشکلات ها داریم. یعنی همیار شاید که ما صحبت میکنم صدها و هزارها خانم در این مصیبت ها گرفتار باشه، بالاشان یعنی تهمت شده باشه، یعنی حتی از بعض کسار ما ایدیم که گفتن باز امو فکرتان باشه کنم و امو تکهکش از پیشش دوزی کنین که تا آخر از سرش پیش ما خم باشه به یعنی تا این سرحده، تا این سرحده اینا ظلم میکنن به حق انسان ها. و گفتیم این هلالی رو شما ببینین که شکل لاشتیکی است و وقت دخول صورت بگیره گفتیم که این خودش چی میشه؟ قابل ارتجاع است، یعنی به وقتی که آلت تناسلی داخل میشه پاره نمیشه، یعنی که به طور جزئی پاره میشه و معمولا هیچ خون ریزی نداره. و این شکل دیگه شکل شما ببینین که شکل دیگهش به نام تیغه‌ای یا دوتکه است، تیغه‌ای یا دوتکه. کین تو یک دانه تیغه‌گک داره، یک دانه تیغه‌گک داره که پرده تیغه‌ای است یا دو سوراخی برش میگن، که پرده است که یک تیغه دمی وسط خود واژن داره، در وسط خود واژن داره یا واژن برش میگن، که هی هم یعنی وقت دخول صورت بگیره امکان داره که یکم خراشیده شوه لبهایش، گور متخصصین میتونه بفهمه، اما خونریزی و اینا امکان نداره که داشته باشه. یا شکل دیگه پرده بکارت شما ببینین که به شکل غربالی یا غربیلی که ما برش میگیم، غربیل واره است، یعنی سوراخ سوراخ است، پرده است که به طور کامل در عرض امی خود امی جایی که پرده بکارت است کشیده شده، اما سطحش سوراخ 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 است، به شکل که اگر دخول صورت بگیرین این سوراخ‌ها خرد خرد خراشیده میشه و به طرف اخیر خود جمع میکنن و لبهایش امکان داره که لبهای پرده بکارت خراشیده شوه، یک کمک مثلا سرخ بگرده، اما امکان از این نیست که خونریزی پیدا کنه، امکان از این نیست که خونریزی پیدا کنه. و همچنان داریم نوع دیگه که پرده بکارت بسته یا مسدود است، یعنی بسته یا مسدود است، امکان داره که خون شوه وقتی که دخول صورت بگیره و امکان داره که خون نشه، امکان داره که تنها خراشیده شوه و لبهایش چی شوه؟ خراشیده شوه و یا سرخ بگرده. و دیگه شکلهای دیگه ایش هست که مثلا دندانه‌ای است که دندانه‌ای اینی شکلش است و شرابدار است که اینی شکلش است و دیواردار است که اینی شکلش است. علی کل حال تشخیص پارگی بکارت، یعنی نوع تشخیص ازی از تحقیق انسانهای عادی و انسانهای پیچه سفیدای ما یا موسفیدای ما، یعنی از تحقیق اونا فراتر است. این متخصصین میتونن که بینن و ما از نگاه اسلام اجازه نداریم که اینقدر ما سر کسی همسر ماست یا نکاح کردیم امرایش او را تر بالاش قشک کنیم که او را پیش ازی که ما هم بستر شویم بالاش بریم او را به دکتر به متخصص ببریم که ببینن که چی گپ شده. یعنی اگر یک انسان او قدر شک داره حتما انتخابش درست نیسته. او اصل را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذاشته که یک زن به خاطر چهار چیز عروسی میشه، که به خاطر مالش است، به خاطر جمال خوشرویش است، به خاطر حسب یا نسبش است، به خاطر دینش است و سر به ذات دین تری به تعداد، او را در نظر نگرفته که به خاطر دینش عروسی کنین دستاید به خاک شوا، او را در نظر نگرفته. یعنی اول باید انسان این کار تحقیق خود در ابتدا پیش ازی که مثلا خدمت میکنه این را باید در نظر بگیره که کس را خدمت کنه که او یعنی از نگاه تحقیق میکنه بالایش و کسایی رو پرسان میکنه در موردش و خودش معلوماتی که داره، اقاربش که معلومات داره یا همسایه هایش که معلومات داره پرسپال میکنه برش، یعنی صفت نیکش بیان کنه و از اون چیز شنیده باشه همچنین یک چیز عروسی کنه، که یعنی به این سرحد نرسه که رو ببره پیش دکتر که تو بیا دکتر سوی برسه که پرده بکارت از این بجایش هست. یعنی و حتی امکان داره که امی
درد و سوزشش که مثلا ما بفهمیم درد و سوزش شدید چی رقم است، یعنی امکان داره که یک درد و سوزش نداشته باشه. به خاطر همین رشته های عصبی که هست روی پرده بکارت در خانم ها بسیار کم است، بسیار کم است که هنگام حتی برقراری اولین رابطه جنسی برشان معلوم نمیشه، برشان معلوم نمیشه که یعنی درد احساس کنن، که کس بگه وی ولی خیلی درد احساس نکرد خانم ما، این چطور میشه؟ دیگه بسیار سوزش اندک برشان شاید رخ بده از نگاه طبی و خلاص. و خون از ایک، من قبلا بر شما گفتم که امکان داره که خانم امکان داره که عروسیش باشد و شب عروسیش مرضی باورش بیه و صبحش هم خون دیگه چیز خود نباشه پیشش، هم خون چیره بگیره، هم خون قایدگی خود بگیره، در متکاک بزنه برای خانمان شام بده و هم سعی کنن بگه واو ماشاءالله عروس فلانی جانی نباکره بود. به خاطر که من گفتم چرا این مثال دادم، به خاطر که ما میفهمیم که کار متخصصین است که او خونه از خون خون قایدگی از خون بکارت فرق کرده میتونن، ما انسان های عادی نمیتونن. به خاطر که در خون قایدگی که هست بسیار این مشکل است که فرق کنه در خون قایدگی، چرا که امی ویبرینوژن هایش چی است؟ کمتر است، از او خاطر است که دیر لخته میشه، دیر باد لخته میشه و سلول های واژینالش بسیار زیاد است، در حالی که در خون بکارت که است اینمی مواد را که گفتم این مواد یعنی پارگی بکارت که است سریعتر لخته میشه، خون پارگی بکارت بسیار سریعتر لخته میشه و هاوی بسیار کم سلول های واژینال است، از او خاطر است که یعنی تشخیص از این برای انسان آیادی بسیار یک امر سخت است و ما نمیفهمیم تا کسی که متخصص نباشه، تا کسی که امور رشته قابلگی را نخوانده باشه. دیگه از این بابت چون در این قسمت بسیار مشکلات است، یعنی در این قسمت بسیار مشکلات است و ما خودمون با گوش ما شنیدیم، با چشم سر ما دیدیم، ما خواستم که چون بایبل اینمی گپ گفته بود و حالا ما فهمیدیم که امی پیچه سفیدای ما، امی بیبیای ما گناه از اونا نیستن، این از امی اسرائیلیات فقط کپی شده برشان داده شده و اونا بیچاره بدون از اینکه معلومات داشته برشان از دین خود از اسلام، اونا فقط این بایبل در طوال عمر خود اینا چی کردن؟ تعقیب کردن و تطبیقش هم کردن و تا امروز هم تطبیق میکنن. شما برین در قرا و قصبات در اطرافتان کسی که عروسی میکنن پرسان کنین امی کار است، هنوز صبح نشده چای صبح عروس داماد نخورده تق 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 مرا چی رو بده، یعنی در بایبل که میگه جامعه را پیش مشایخ شهر بگسترانن مرا میگه جامعه که بده یعنی تکه که بده چطور از خون پر است، یعنی یعنی واقعا بسیار قوی ترین عمل است که همچون یک عمل یا انجام میتن، بسیار شرم‌آور است، بسیار زشت است، قوی است همچون یک عمل، یعنی اسلام هیچ جای پا نداره. تا یک وقت را که حتی ما خودم خورد بینید در افغانستان میشتیم اطمانی از موارد دین ماست، اطمان اسلام میره میگه که باید چک شو و باید دیده شو، در حالی که ما خواندیم که در 8-9 مورد هم بر شما گفتم که امکان داره که پرده بکارت در چیزای از بین بره که هیچ ارتباط با مسائل جنسی نداشته باشه. دیگه با امیده که بر شما مفید تمام شده باشه این بحث و این لکچر، واقعا یک چیز است که شاید بسیار کم کم کسا بالاش صحبت کرده باشه، اگرچه علما بالاش صحبت کردن، الحمدلله ما وقتی که روی از این تحقیق میکردم روی از این مسئله ما یعنی بسیار بر ما عجیب بود، عجیب بود که ما علمای را در ارتباط پیدا کردم که اونا بسیار وقت دیر شدن، بسیار وقت دیر شدن و هیچ یعنی از نگاه طبی هیچ معلومات نداشتن، اما سبحان الله بسیار یعنی اق دقیق بودن در این مسئله. مثلا شیخ عثیمین رحمه الله را شما فتواش در این ارتباط ببینین اق دقیق بودن، اینا که من وقت خواندم سبحان الله ای علما را سیکو که بدون از اینکه معلومات در ارتباط اناتومی داشته باشن، بدون از اینکه امکانات که ما داریم مثلا دسترسی به کمپیوتر داریم و تحقیق میکنیم و از اینجا بیا از کتاب اناتومی بی از این طرف از اون طرف پیدا میکنیم، بدون تمام همین کارا یعنی اسلام وقت قرآن و سنت در انسان بفهمه درست چقدر فهم انسان باز میسازه. یعنی اکثریت موارد را که ما بر شما گفتم که امکان داره دیگه از بین بره، دیگه از بین بره، دیگه از بین بره، واقعا در فتوای خود شیخ عثیمین رحمه الله کلش ذکر کرده بود، یعنی ما وقتی که روی از این مسئله تحقیق میکردم هم مواردش ذکر کرده بود، تقریبا زیاد زیاد مواردش ذکر کرده بود.
دیگه با امید که بازم برتون میگم که شما این ویدیو را بسیار یعنی قدم به قدم همراه کسایی که مسن هستن، مادرایتان، بیبیایتان اونا همراهشان آهسته آهسته شریک بسازین و ویدیو رو برشان نشان نتین، عکس‌ها رو برشان نشان نتین به خاطر قابل تحمل و برداشت ندارن و شاید که مرام یکان چیز بد و رد بگوین. خیر به علاقل حال مشکل نیست، من این گپاشان قبول دارم به سر چشم به خاطر که تا بتانیم چشمایشان باز کنیم تا برشان بفهمانیم که ناموس مسلمان وقتی که در خانه شما میاید شما باید بالایش سویزن نکنین. ناموس مسلمان وقتی که تبارز دختر خود در خانه میره امکان داره که از رحم مادر پردی بکارت نداشته باشه. باز صبحش که کسایی را ما شنیدیم که صبحش مردم هنوز از خانه عروس نرفتن، صبح وقت دخترش پشت خانه آوردن که بگی بیادر چی تو میشه، خیلی چیز نبود، پردی بکارت نداشت، اینه تکه صاف صفاست. استغفر الله و توبه. و اگر از طریق زنا یعنی از بین رفته باشه که اگر تجاوز باشه، خب پیش از پیش باید هم فامیل عروس باید برای همون کسی که میاین پیش دخترشان خطبه بیکن باید برش گفته شد در خوردی اینی یک کار شده بود، باید صداقت در میان فراموش نکنن. یا اگر در جوانی سرش تجاوز شده باشه باید برش بگه دختر ما انت یک شده باشه اینی نی شاید آسته برادر میخوایی تفضل نمیخوایی مشکل خود تست میتونی بری. و یا اگر کسی زنا کرده باشه و از روی جهل و نادانی و پشیمان شده باشه، مرد مسلمانه که با همچون یک زن برخورد میکنه و او مثلا در جهالتش میباشه، توبه کرده باشه، حال در روی قرآن و سنت آمده باشه، از او کاراب دست کشیده باشه و حال آمد همسر یک کس شد و همچون یک حالت پیش برش رخ میده که یه همسرش بالا شک میکنه و از خودش پرسان میکنه، میگه آمد یک حالت شده بود در حالت جهل و نادانی بود، توبه کردیم. در اینجا در این قسمت تو اگر واقعا یک انسان مسلمان باشی اینمی راز زیر پنهان میکنی، بر هیچ کس نمیگی و قبول میکنی. الله سبحانه و تعالی که میگه که ما هر چقدر توبه کنین در توبه ما باز است، شما بیاین ما توبه پذیر استم، دیگه ما کی هستیم. و اگر احیانا هیچ خوشت نامد میتونی که بعد از چند وقت طلاقش بدی، بگوینی ما دیگه نمیخوایم امروید امیر، اگر بر ما از اول میگفتی خوبتر میبود، اما حال بر طلاق میتونی بدون از اینکه کدام تومت در پایش بکنی، بدون از اینکه مثلا رازش به کس فاش کنی آسان طلاقش میتی. چرا حالا جور نامدیم یک کس دیگه میاد پیش پرسان میکنم من میتونم امروی شرسی کنم خانم خوب است، چرا نه تفضل میتونی امروی شرسی کنی، من تا ما جور نامدیم نشد، مشکل در بین ما بود، یک مشکل پیش آمد نشد. خب طلاق یک چیزی است که پیش میاد بعض اوقات در زندگی صحابان پیش آمده. این رقم مردانوار از زندگیش عقب نشینی میکنی، اما این رقم نیه که با کلگی تو را فاش بسادی و روز که انوز مردم از خانهشان نبر آمده او را کشکشان پیش خانهش بری صدها نفر شده. این رقم رای اسلامیت هم نیست، رای مردی هم نیست، رای جوان مردی هم نیست. و فراموش دار نشه که تا که میتونین این ویدیو رو شریک بسازین و اگر پسند نکدین مشکل نیست هیچ پروایی نداره، مگر شریک بسازین. امکان داره که اینمی ویدیو یعنی شکست یک فامیل نجات بده، یعنی یک وسیله میشه نجات دهنده الله سبحانه و تعالی است، ما ایمان داریم، اما یک وسیله میشه، یعنی میدانه که وسیله شوه با از یک کشت خون جلوگیری کنه. و صدها قضیه ما داریم دیگه ارتباط که دختر وقت پشت خانهش بردن طبعا سر غیرت پدرش برادرش همگی بر میخوره و کشت خون صورت گرفته. اما ما با اینمی کار خود با اینمی نیم ساعت یا یک ساعت که ما صحبت میکنیم با می میتونیم که بسیار مشکلات جامعه ما را که دامنگیرش از اینمی موضوعات دامنگیرش شده ما او رو برطرف سازیم، دور کنیم. و سرچشمهش هم ما فهمیدیم که از کجا است؟ از کتاب بایبل. و ما در اخیر برتان میگیم که بازم کتاب بایبل فیلد. کتاب بایبل چی کرد؟ امتحان خود در امتحان خود ناکام ماند. کتاب بایبل در امتحان خود ناکام ماند. به خاطر که حتمی نیست که پرده بکارد از طریق رابطه جنسی از بین بره. راه های دیگه هم هست که ما او را بیان کردیم در ابتدا.
پس این کتاب وقتی که اینا میگن از طرف الله آمده، میگن از طرف اونا خدا، میگن از طرف خدا آمده، چطور نمیفهمید که امکان داره که یک زن، یک دختر بدون پرده بکارت تولد شد؟ ما خب بعضی کسا را خدای بایبل که بایبل روان کرده بود برای اهل بایبل، خب باید دیگه پا میگفت که امکان داره که ما بعضی کسا را خامت پیدا میکنیم بدون پرده بکارت، مثل که کور مادرزاد است، مثل که مثلا یک کس از مادر تولد میشه مثلا کر است، یک کس مثلا تولد میشه مثلا شل است، یک کس تولد میشه مثلا دندان نداره، بینی نداره، گوش نداره، ریش نداره، بعض کسا موی نداره، یک کسا میتونه تولد شوه که پرده بکارت نداره. از نگاه اناتومی امکان پذیر است. چطور خدای بایبل نمیفهمید دیگه پا؟ و چطور خدای بایبل نمیفهمید که امکان داره که در حوادث دیگه هم پرده بکارت از بین بره؟ ایره شما بایبل گرفته، کتاب دیوترانومی رو کشیده، چپتر 22 شه، آیت 13 تا 21 شه، از کسایی که پشت خانهایتون میه ازشان پرسان کنین و جواب شه، همراه ما هم شریک بسازین. هذا وقول قولی و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.